درود دوستان حالتون چطوره؟ توی کامنت ها خیلی سوال پرسیده میشه که اینو من چطوری میتونم به آلمانی بگم اول اینکه منم خیلی چیزها رو نمیدونم دوم اینکه خیلی چیزها رو نمیشه ترجمه کرد یک به یک برگردون به فارسی که بگیم مفهوم این میشه به خاطر همین خیلی کامنتار رو من نمیتونم جواب بدم خیلی هم دلخور میشن ولی واقعا امکانش نیست نمیتونم نظر وقتی یا نمیدونم اوکی ولی بله خب حالا یه سری تلاش میکنیم که ببینیم چیزهایی که به انسان مربوط میشه شن انسانی و اینجور چیزا چی میشه به آلمانی با هم یادش بگیریم انسان که میشه منش در منش که جمعش هم میشه منشن انسان ها که اسم یه کتاب هم جدیدن هست برای آموزش زبان آلمانی حالا یه جایی هست شنیدین میگین منش یه او عصبانه میشه یا رو میگه منش مثل این مثلا ما توی فارسی میگیم ای بابا عصبانه که میشی درسته؟ حالا آلمانی میگه منش این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ بیاییم با هم دیگه بررسی کنیم میگیم که منش اگر دیش نیست توی اینجای کما هم بذاریم یعنی منش بابا ای بابا عصبانی نشو علکی یه همچین معنی داره حالا علکی رو ما تو کامنت بهش اضاف کما بهش اضاف میکنیم که در واقع نیستش ولی اینو که بذاری توی فارسی مفهوم بیشتری میگیره علکی عصبانی نشو یعنی که مثلا یهوی میگم یهو عصبانی میشه مادر از دست بچهش میگه منش ای بابا مثلا آدم نکن این کارو من دایم مثلا عصبانی که میشه گفت بچه آدم نکن این کار رو اینجوری میگفت فقط اون اینجوری میگفت حالا برای اینکه خودمون خیلی بالا نبریم قبل از اینکه میخوایم حسابی بالا ببریم بیایم یادمون باش که مثلا خیلی ها اعتقاد دارن حالا ما که اعتقاد به خدا و اینجور چیزها داریم نه منشن افه افه میشه حیوان ببخشین میمون منشن افه میشه انسان میمونی همون که اعتقاد دارن انسان یک چیزی است که برگرفته از میمون هست و فلان و اینها خیلی مسخره است منشن ähnlich، ähnlich یعنی شبیه منشن ähnlich میشه همون شبیه انسان در واقع حالا اون میمون بنده خدا شبیه انسانه درسته ولی نه اینکه حالا از انسان باشه یا انسان یک نهایتی از اون باشه منشن التا التا الت صفت الت میشه پیر التا یا التا میشه سن میشه سن انسان که یعنی چی؟ حالا مثلا خیلی هم میگم انسان ها یک میلیون سال سنشونه یه میلیون سال پیش مثلا شکل میمون بودن حالا کم کمک شکل گرفتن یا مثلا یه یک میلیون سال پیش رو چهار و پا رو میرفتن کم کم یاد گرفتن دو پا بره به اون میگم مثلا یک میلیون سال پیش اینجوری بود به این منشن التا اینجوری بود منشن Ansammlung. ببینید فعل زاملن دو تا ام داره یعنی جمع کردن توی کتاب های آلمانیتون دارید میگن زاملن زیش واتا برای خودتون کلمه جمع کنید یا مثلا مورچه ها زاملن دست اسن این وینتا توی زمستون غذا جمع میکنن خب یا میگن که زمنزی ایر گلد پوله هاتون رو جمع کنید حالا یک دونه ان که اولش میاد یه معنی ان میده معنی این داره که اجتماع درست کردن یعنی چی؟ یعنی مثلا آدم ها میتونن انزمل کنن گرگا انزمل میکنن دور هم جمع میشن اجتماع درست میکنن انزملونگ میشه اجتماع Menschen انسان یعنی اون اجتماع انسانی به این اشار داریم که مثلا میگیم یه میلیون سال پیش آدم ها تو قار زندگی میکردن کم کم فهمیدن با همدیگه که زندگی کنن میتونن با همدیگه کشاورزی کنن با همدیگه آب بیارن با همدیگه غذا بخورن با همدیگه زندگی کنن بهشون میگن لونگ درست کردن منشن علی یه چه ربطی داره من گفتم شن انسانی کم صبور باشین بهش میرسی. منشن آتش این این امشو کوچیک نوشته خاطری که گفتیم ایش آخر هر کلمه باشه صفت هست صد درصد منشن آتش میشه انسان فرمی انسان گونه ای صفت گونه ای یعنی شبیه انسانی مثلا یکی میمون ها و آرانگوداها و فلان و فلان, و فلان. و فلان منشن آرتیش هستن ولی پرنده ها منشن آرتیش نیستن انسان گونه نیستن منشن آفلاف آفلاف رو حتما به عنوان یک غذا میشناسیدش که اون سیب زمینی رو که با هم دیگه قاطی میکنن میذارن توی فر بهش میان آفلاف کارتوفل آفلاف یا هر چیزی اینجوریه سیب زمینی خب این سیب زمینی ها رو تو هم جمع میکنن دیگه درسته این آفلاف معنای همون تجمع هم داره یعنی مجموعه اون سیب زمینیار که میذارن تو فر میشه اون میشه تجمع انسانی دوباره یه جورایی نزدیک هست به همون انزاملوک منشن بیلد چهره انسانی mention find این اینا تک تک کلمه است که من دارم پشت سرم بهتون میگم ولی ترکیبی دارم میگم که دوتا چیزی یاد بگیرید به نظرم خیلی بهتر من اینجوری یاد گرفتم و خیلی خوب بود find میشه دشمن find haben دشمن داشتن find machen دشمن ساختن find lieben تو دوست داشتن فایند هستن دشمن و تنفر داشتن منشن فایند میشه دشمن انسان که حالا هر چیزی میتون دشمن انسان باشه از انسان گرفته تا هوا و نمیدونم یک شخص و یک حکومت و یک جامعه و هر چیزی منشن لیش میشه دشمنی داشتن یه جور لیش گفتیم لیش آخر هر چیزی باشه هم صفته میشه دشمنی با انسان داشتن مثلا میگن آوسلندر فایندلیش Ausländer Feindlich فایند یعنی خارجی ستیزی درست حالا این هم میتونه منشن یعنی انسان ستیزی باشه یه سری کسا و حکومت ها هستن دیگه اینا انسان ستیزن مثلا انسانیت حالیشون نیست اینجوری مثلا بخوایم اونا رو توصیف کنیم میگیم دیزیند منشن فایندلیش یه همچین مفهومی کسایی هستن مثلا یهو. تو آفریقا آدم میشنوه یه میریزن یه رو آدم رو می آدم ها رو میکشن اونا منشن فایندلیش هستن انسان ستیزن انگار منشن Feindlichkeit, انسان ستیزی انسان ستیزی اون بالا بود این انسان ستیز هست این این امش بزرگ نوشته شده پس یک اسمه اون یک شخصه که انسان ستیزه مثلا میگیم آقای چه میدونم فلان آقای ای بی سی هست این ای اس منشن فایندلیش انسان ستیزه اصلا شعور انسانی نداره این کار مثلا نمیفهمه که چی به چیه یا همچین چیزی که میخوایم بهش بگیم میگیم اون انسان ستیزه آقای فلان به خانم فلان منشن فلوت فلوت یعنی چی؟ توی فارسی ما فلوت رو حتما میشناسیم خیلی هم ساز قشنگیه خیلی هم خوشنوا هست هرچنگ غمگینه حالا یه موقع میگیم فلوت کلمه فلوت به تنهایی معنای سیل میده معنای مدم مد میده یعنی چی؟ میشناسین حتما میگن سطح دریاها به خاطر کششی که ماه داره در عصر سطح میاد پایین در روز میاد بالا درسته؟ من اشتباه نکنم همینجوری بود به این میگن جزر و مد یعنی کم شدن و زیاد شدن آب دی فلوت معنای همین رو داره این یه معنای سیل داره معنای مد هم داره یا حالا بهش میگن اوبه یعنی اوش با بزرگ باشه اوبه با فلوتن این او از فلوتن یعنی بالا اومدن سطح آب یا همون سیل آمدن تو ایران بود دیگه سال عید نوروز تو شیراز او به فلوت داشتیم سیل آمد حالا منشن فلوت میشه سیل انسانی اون موقعی که تعداد زیادی پناهنده یه وارد آلمان شد خیلی هایی که ضد خارجی بودن و حکومت های خیلی من دوستشون ندارم خلاصه حالا هر کسی میتونه دیدگاه سیاسی خودشو داشته باشه یا اجتماعی خودشو اونا میگفتن که منشن فلوت یا ازول فلوت یعنی سیل پناهنده ها سیل انسانی یه همچین مفهومی یعنی وقتی اسم سیل میاد دلهوره ایجاد میکنه برای هر کسی به خاطر همین خیلی از زبانشناسها ها سیاست مدار گفتن این کلمه رو به کار نبرید خاطر اینکه این کلمه دلهوره آوره ورود این انسان ها دلهوره نباید داشته باشه ما باید تلاش کنیم که رو بتونیم، تو کشورمون جا بدیم راه بدیم غذا بدیم کار بدیم این چیزها رو من میگم میگم دوست دارم یه خورده با این مسائل هم آشنا بشید یهوی اشتباه به کار نبرید یا اگر یه جا میگن این کلمه زشته بدونین آها از اینجا آب میخوره دوست دارم کمکتون کنم تو جامعه به قولن انتباق پیدا کنید جا بیفتید بفهمید که اونا ما چی حرف اگه جا بدیم باقیه فردا تا فردا شب خداحافظ من یه دونه اینجوری میارم که من کسی خواست شات بگیره بگیره تا فردا شب خداحافظ